سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی. امروز پنجشنبه ششمی اکتبر است. در استودیو با شما هستم عزیزی سعید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم. اینک توجه کنید. مبلغ گذاری نزدیک به 50 میلیون دلاری بانک جهانی در تاجیکستان. سی پی جی تمام ژورنالیستانی بازداشت شده فوراً آزاد شوند. فرمانی نوی پوتین درباره بسیج نیروها به ارتش. سابق افسر پلیس تایلندی در یک حمله 34 کس را کشت. در شهر دوشنبه بین وزارت مالیه تاجیکستان و نمایندگان بانک جهانی سازشنامه مبلغ گذاری نزدیک به 50 میلیون دلاری به امضا رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت مالیه تاجیکستان 3 اکتبر سال 2022 در این وزارت سازشنامه آید مبلغ گذاری بین جمهوری تاجیکستان و اساسیاسیه بین المللی رشد و سازشنامه گرانتی بین جمهوری تاجیکستان و بانک بین المللی تجدید و رشد و اساسیاسیه بین المللی رشد به امضا رسیده شدند. در مراسم امضا گذاری این سازشنامه ها وزیر مالیه کشور قهارزاده فیض‌الدین ستار به نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان آزن سویملی شرکت کردند. گفته می شود هدف از این لایحه پیشنهاد نموده تاجیکستان بلند برداشتن استواری راه های مهمی اوتومبیل گرد و پرزور نمودن اقتدارها وابسته به اداره کنی خطر آفات های طبیعی می باشد. ارزش عمومی لایحه 47.34 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده، از آن 30 میلیون دلار گرانت اساسیاسیه بین المللی رشد با اکویوالنت 22.4 میلیون حقوق مخصوصی قرضگیری و 17.34 میلیون دلار گرانت فوند یگانه دوناری تراستی برنامه شریکی اتحادیه اروپا و بانک عمومی جهانی قسم 3 برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی با اکویوالنت 16.19 میلیون یورو میباشد. گفتنیست لایحه مذکور سال 2023 آغاز یافته، انجام آن سال 2027 به نقشه گرفته شده است. کمیته حمایت از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که تمام روزنامه‌نگارانی که در این چند ماهی اخیر بازداشت و زندانی شدند فوراً آزاد کنند. کمیته حمایت از ژورنالیستان که مقرش در شهر نیویورک آمریکاست، در صحبت با رسانه‌ها با 7 سال و 6 ماه محکوم شدن روزنامه‌نگار اوزمن غربتوف معروف به عبدالله غربتی را سنگین و ناعادلانه خوانده، این حکم دادگاهی در تاجیکستان را محکوم کرده است. گلنازه سعید هماهنگسازی برنامه های بخش اروپا و آسیای مرکزی کمیته حمایت از ژورنالیستان گفته است ما این حکم سنگین، نادیلانه و به اساس امروزه روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را محکوم میکنیم. به نظر میرسد این حکم نتیجه ناراحتی مقامات تاجیک از کسب محبوبیت روزافزونی خبرنگار اجتماعی در جامعه میباشد که عبدالله غربتی و همتای وی دلیر امامعلی در این ساحه فعالیت میکردند. گفته می شود 4 اکتبر سال جاری در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه جلسه های دادگاهی روزنامه‌نگار جوان و پرتلاش تاجیک عبدالله غربتی پشت درهای بسته به پایان رسید و سودیه شفا بهروز این ژورنالیست و بلاگر تاجیک را به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز 6 اکتبر برای اعزام نیروهای ذخیروی به ارتش بسیج نیروها قرار نو را امضا گذاشت. موافق قرار نو اعزام چند گروه از شهروندان این کشور به ارتش به تأخیر گذاشته می شود. از جمله شهروندانی که باری اول در سطح های گوناگون علمی تحصیل می گیرند، چی در شکل روزانه و چی غایبانه. این چنین آنهایی که در مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی و عالی و پژوهشگاه ها موافق برنامه های تعلیمی که از جانب دولت پیشنهاد شده است مشغول آموزش کارند. همزمان در قرار گفته می شود آنهایی که در رشته های آموزگاری و تکنولوژی تعلیم می گیرند و یا متخصصان این ساحه هستند نیز به ارتش برده نمی شوند. مطابق قرار مذکور دانشجویان رشته های دینی که از جانب دولت همچون متخصص آماده می شوند و متخصصان این ساحه شامل کردن آنها به ارتش نیز به تأخیر گذاشته می شود. یادآور میشویم که 21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین فرمان درباره قسمان بسیج نیروها را صادر کرد که موافق آن باید 300 هزار سرباز ذخیروی به ارتش روسیه جلب شود. پس از سرود این فرمان ده ها هزار شهروند این کشور که نمیخواهند به ارتش برده شوند رو به فرار آورده و کشورهای فنلاندیا، منگولیا و کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان پناه آوردند. در همین حال مقامات روسیه صدها شهروند خارجی از جمله تاجیکستانیانی که در این کشور کار و زندگی میکنند به ارتش دعوت کردند.
رسانه ها با نقل از مقامات تایلند می گویند که در حمله یک سابق افسر پلیس 34 نفر کشته و 12 کسی دیگر زخمی شده است. بنا به اطلاع بی بی سی امروز 6 اکتبر سال 2022 مقامات تایلند خبر دادند که در یک حمله به باغچه کودکان 34 نفر از آن جمله بیش از 20 کودک کشته و دست کم 12 نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش یک تن از سابق افسران پلیس با کودکان و مربیانی که در آن باغچه کودکان حضور داشتند حمله کرده است. وی قسمی را با کارد زخمی کرده و ده ها کسی دیگر را با تیر سیلای در دستش بوده کشته، سپس از جای حادثه فرار کرده است. مقامات پلیس تایلند هم بر رسانه ها گفتند که چنین حادثه تیراندازی به سوی مردم در این کشور یک امر نادر می باشد و حمله کننده نفری است که چند پیش از کار در صف پلیس برکنار شده بود. خبرگزاری فرانسه تعداد کودکان قربانی شده را در این حادثه 23 و ایندپندنت 22 نفر گفته است. پلیس تایلند گفته است که انگیزه اساسی این حمله هنوز معلوم نیست. همزمان ایندپندنت به نقل از برخی رسانه‌های تایلند خبر داده است که این حادثه در یکی از استان‌های شمال و شرق تایلند و آن هم زمانی که کودکان خواب بودند صورت گرفته است. این سابق افسر پلیس از معتادان مواد مخدر بوده و پس از این جنایت همسر و دختر خودش را نیز کشته و بعد از آن خودکشی کرده است. اینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از دن نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.